شنبه شب، جنوب لبنان، زیر آتش ارتش اسرائیل. تازه ترین اهداف در این منطقه مرزی میان دو کشور بمباران شده. مهمترینش یک مسجد. ارتش اسرائیل با انتشار یک نقشه محل مسجد را در بنت جوبیل در نزدیکی مرز لبنان مشخص کرده و گفته هدفش نیروهای حزب الله بودند. نیروی هوایی ارتش به تروریست‌های حزب الله که در یک مرکز فرماندهی که برای طراحی و اجرای حملات تروریستی علیه اسرائیل از آن استفاده می‌شد، حمله کرد. این مرکز تروریستی در مسجدی مجاور بیمارستان صلاح قندور در جنوب لبنان بود. و این در شهر سور، نقطه دیگر در جنوب لبنان. اسرائیل مدعی است بامداد دیروز یکی دیگر از مقرهای حزب الله را اینجا هدف گرفته. مردم محلی اما میگویند 5 عضو یک خانواده که کودک هم بین آنها بوده در این محل زندگی میکردند و همگی کشته شدند. از سرنوشت صدها نفر اطلاعی در دست نیست. مشخص نیست زیر آوار ماندند یا فرار کردند و خود را به پناهگاه رساندند. سازمان ملل متحد میگوید از شروع حملات اسرائیل به لبنان بیش از 200,000 شهروند لبنان یا سوری هایی که به لبنان پناه برده بودند با عبور از جاده های صعب العبور که در اثر انفجار به این روز افتاده اند خود را به سوریه رساندند تا در کشور جنگ زده همسایه سرپناهی پیدا کنند. تازه ترین دور حملات اسرائیل به لبنان از پریشب با هدف گرفتن منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه بیروت شدت گرفت. بر اساس گزارش‌ها هدف این چهره هاشم صفی الدین از اعضای ارشد حزب الله و جانشین احتمالی حسن نصرالله رهبر حزب الله بوده. خبرگزاری رویترز می‌گوید از 3 منبع امنیتی در لبنان دریافته که حملات اسرائیل مانع نیروهای امدادی برای پیدا کردن هاشم صفی الدین و جستجو در میان خرابه‌های بمباران اخیر شده. رویترز کشته شدن او را رد یا تایید نکرده، اما تأکید کرده که از بامداد دیروز جمعه اطلاعی از او در دست نیست. ده‌ها کشور اروپایی، آمریکا، استرالیا و کانادا به شهروندانشان هشدار دادند هرچه سریع‌تر منطقه را ترک کنند. شهروندان خارجی با هر پروازی که بتوانند لبنان را ترک می‌کنند. منطقه هر لحظه بیشتر در بحران فرو می‌رود و خوشبین‌ترین ناظران هم پایانی نزدیک برای این درگیری‌ها متصور نیستند. ناصر مدنی، BBC.